برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای بهبانی عزیز، همچنین عرض سلام و احترام به عزیزان میهنیار. خرسند هستم که باز فرصتی فراهم شده تا در خدمت شما باشم و موضوع رو اینجا مقداری به بحث بگذارم. حقیقتش قصدم این بودش که به دنبال بمباران مناطقی که کردان ایرانی در اون زندگی میکنن در شمال عراق، تحصیل سپاه پاسداران یک بحثی را باز بکنم. بحث فوق العاده جذاب و چالش برانگیزی هستش در خصوص حقوق اقلیت‌های زبانی، قومی، مذهبی در حقوق بین الملل. داشتم روی این موضوع فکر میکردم که آماده بشم برای امروز، مخصوصا اینکه دو دوست عزیز، دو دانشجویی که در کلاس بنده هستن کرد هستن، اینها گفتن روی موضوعات تکیه بکنید. ولی دیروز یک واقعی برام اتفاق افتاد که کلن ذهن من رو در واقع از اون مسیر خارج کرد و تصمیم گرفتم که موضوع دیگری امروز به اطلاع شما عزیزان برسونم. خب باش آشنا هستید، ولی من سعی میکنم تا جایی که در توانم هست ابعاد دقیق تر و موثق تر از اون رو خدمت شما عرض بکنم، فراتر از حدس و گمان و غیره. اما واقعی نستش که دیروز ما یک جلسه داشتیم با تعدادی از همکاران ایرانی در سراسر دنیا، البته تعداد بسیار محدود، خیلی انگوش شمار، و دو دوست از افغان. موضوع این بودش که خب حالا ما چی کار میتونیم برای افغانستان انجام بدیم، به خصوص اینکه دوست از افغان هم که گوشش صدا کنه، ایشان در کابل زندگی میکنه، میگفتش که یأس و دلمردگی و غم و یک حالت رخوت عجیبی مردم افغانستان رو در بر گرفته، ناامیدی، ترس، استراب، همه اینها وجود داره. و حتی خود من با برخی از فعالان حقوق بشر افغانستان که ارتباط دارم، حتی خود بنده کار در واقع ادوکسی انجام نمیدم، میشه در موضوعات علمی هستم، اونها ایشان به من میگفتش که ما خونه به خونه همچنان در حال پنهان شدن هستیم. دیروز در اون جلسه‌ای که با این دوستان داشتیم برنامه‌ریزی می‌کردیم برای اونچه که ما می‌توانیم در حد وسع ناچیزمون در اختیار عزیزان افغان قرار بدیم، یک ویدیوی دوستی به دست من رسون، فوق‌العاده جذاب و زیبا و واقعا ویدیویی که به دل دردمند می‌نشینه. کسانی که واقعا اون احساس غمخوارگی و همدلی رو دارن با مردم افغانستان از این ویدیو میتونن لذت ببرن. من این ویدیو رو با اجازه آقای بهمانی خواستم با شما عزیزان در میون بگذارم، به نمایش بگذارم. ویدیو هستش که چند تا دختر بچه یک شعر رو میخونن با موسیقی هم رو هستش، در حضور گویا معاون رئیس جمهور وقت افغانستان، وزیر تحصیلات افغانستان، اونها میگن تحصیلات یا هر چی اسمش هست. و مضمون این ویدیو این هستش که این بچه ها میخونن، میگن که قریه را از من گرفتی، ملک و مسجد را گرفتی، درس و مشقم را مگیر. این مال چندی ماه پیشه و ما میبینیم که این ویدیو چقدر مطابقت داره با شرایط امروزین افغانستان و سلطه خشن و سبعانهی که طالبان بر سر مردم ستم دیده و بیناوای افغانستان در واقع گشودن. من این ویدیو رو با اجازه شما اینجا سعی می کنم به نمایش بگذارم و بعد وارد بحث اصلی خودم میشم. حالا نمیدونم از کجا بدم ویدیو رو پیدا بکنم، نمیدونم آقای بهمانی از کجا بعد این توضیح داده بشه ویدیو پیدا بشه. ویدیو رو من بازش میکنم اگر که بتونم اینجا نمایش بدم، ولی اگر نشد حتی حداقل بتونم صداش رو برای عزیزان پخش بکنم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و احترام خدمت همه مهمانان گرامی.
ما از کمیته ملی سواد حیاتی مخصوصا محترم استاد سرور دانش وزیر محترم معارف و محترم معین سواد حیاتی به خاطر تلاش برای آگاهی و علم سپاسگزاری می نماییم. همچنان از حکومت و مردم افغانستان می خواهیم برای آموختن و آگاهی بسیج شوند و از جامعه مدنی، رسانه ها و اهل هنر و ورزش دعوت می کنیم تا از آموختن و آگاه شدن حمایت نمایند. ما برای آگاهی و علم آواز می خوانیم. با احترام گروه ترانه لیسیا لیکوشان. دوستان ملاحظه می کنیم که چقدر
شرایط میتونه در واقع حزن‌آور باشه، وقتی که این شور و شور و شوق و اشتیاق رو در نزد عزیزان افغان میبینیم و متاسفانه الان متوجه میشیم که یک حکومت خبیثی به نام امارت اسلامی اومده و اون سایه شوم و نکبت خودش رو بر سر اون مردم متاسفانه توسعه بخشیده. به همین خاطر به ذهنم رسید که پاره از پرسش ها رو به بحث بگذارم امروز. البته پیشا پیش باید عرض کنم که بنده متخصص افغانستان نیستم، طبیعتاً اطلاعات اسلامی هم، یعنی متخصص مسائل اسلام هم نیستم، گون که اطلاعاتی نسبتاً دارم مثل هم ایرانیانی که در خانواده مسلمان به دنیا اومدن، از جمله بنده که در یک خانواده مذهبی سنتی صفویه‌ای به دنیا اومدن، خب من هم اطلاعات رو دارم، اما نمیدونم تا چند اندازه اطلاعاتی که بنده دارم میتونه کمک بکنه به فهم شرایطی که در افغانستان امروز جاری هستش. ما این وقت تلاش میکنم از دیشب تا حالا یه مقداری روی منابع مختلف نگاه میکردم که تا اونجایی که ممکنه بیا مؤثر در خدمت شما باشم و عرایض رو داشته باشم. این پرسش هایی که به ذهن ما خطور میکنه زیاد هستن، ولی شاید اولین پرسشی که در این ارتباط من میتونم با شما عزیزان به اشتراک بگذارم این هستش که چرا طالبان با یادگیری و فراگیری علم و دانش توسط دختران و خانم ها مخالف است؟ اصلا علت چیست؟ آیا علت به دلیل اون تعصبات قبیله‌ای هستش یا برگرفته از ابعاد آیینی یا ایدئولوژی که مذهبی هستش که اونها زیر عنوان اسلام دنبال میکنن، یا اینکه این مخالفت به دلیل به حال ماهیت اون آموزش های هستش که طالبان در پاکستان داشتن؟ اصلا چرا طالبان با مظاهر زندگی نوین مخالف هستن؟ طالبان حالا در هر کجای دنیا که باشن، شاید من بتونم اصلاح کنم از رو و بگم چرا طالبانیزم اساسا با زندگی مدرن مخالف هست. عرضمنده هرگز مدرنیزم نیست، بلکه زندگی مدرن هست به شما خواهم بیشتر روش عرض بکنم و تکیه داشته باشم. چرا در حالی که زندگی مدرن یا شرط مدرن میتونه موجب تعالی اندیشه و آگاهی های مسئولانه انسان ها باشه و به نوبه خودش همان به صلاح ارتقای دانش و علم میتواند زندگی مدرن تر و راحت تری و بر انسان ها برمغان بیاره، چرا طالبانیزم اساسا با شرایط مدرن مخالف هست؟ علتش چیست؟ یه تردید ما میتوانیم این پاسخ رو به سرعت و خیلی عجولانه مطرح بسازیم و بگیم که هرگاه ما میگیم مدرن، مدرن بودن یعنی رها بودن از تمام قید و بندها و موانعی که اندیشه انسانها رو به تسلط میکشونه یا روح انسانها رو اسیر میکنه یا آزادی و یا استقلال انسان رو به سخره میگیره. بنابراین مدرن یعنی رهایی، یعنی اساسا ما زندگی مدرن رو بدون رهایی بخشی، خواه رها شدن از موانع و ساختارهای بیرونی باشه، خواه رها شدن از قید و بندها و انجماد فکری باشه، مدرن و مدرن بودن و شرایط مدرن همواره با این ایمانسیپیشن یعنی یک پیام رهایی بخش داره. وقتی که ما نگاه میکنیم به شرایط مدرن و اهمیت آگاهی های انسانی در مرکز شرایط مدرن، به خوبی متوجه بشیم که اندیشه طالبانی در هر کجای دنیا که باشد و در هر کجای مذاهب دنیا که باشد، خواه مذاهب فرضاً ابراهیمی یا غیر ابراهیمی، طبیعتاً اون اندیشه ها یا اون باورهای جزمی هرگز نمیتوانن با مظاهر زندگی نوین سر مدرن سر سازگاری داشته باشن. خب ولی پرسش ها رو دوست داشتم که یا دوست دارم بیشتر به بحث بگذارم، ولی برای اینکه بتونیم به نتایج روشنتری برسیم و از روی حدسیات و گمان ها فراتر بریم و سعی کنیم کنکاش بکنیم ماهیت اندیشه طالبانیزم، ناچار هستیم بر روی برخی از منابع تکیه بکنیم.
البته در پرانتز من میبایستی حرف خودم رو اصلاح کنم و خدمت شما عرض نکنم اندیشه طالبانیزه، برای که اساسا اندیشهی در کار نیست، چرا که اندیشه همان ماهیت خلاق انسان پرور شکوفای زیبایی رو در بر داره که ما بهش اصل انسانیت، در حالی که اصلا طالبانیزم هیچ حتی فکر میکنم که فهم روشنی تحت هیچ شرایط از اندیشه داشتن نمیتونه با خودش حمل بکنه. بسیار بهتر استش که بگم اندیشه طالبانی، بگم باورهای جزمی طالبانی. واقعا چی شد که این بلا به سر افغانستان اومد؟ خب به هر حال همین میدونیم که یک شبه نیومد این بلا به سر مردم. خب همه ما هم میدانیم که خب دست های امریکا در منطقه درگیر بوده، روس ها اونجا بودن، سعودی ها بودن، پاکستانی ها بودن، فرزند جمهوری اسلامی و به هر حال نیروهای مختلفی در افغانستان حضور داشتن و حتی به لحاظ تاریخی هم افغانستان به نوعی کشور لندلاک، یک کشوری که دسترسی به دریای آزاد فرضاً نداره، از منابع معدنی غنی برخوردار نیست، اینها مشکلات ساختاری رو بر افغانستان اومده تحمیل کرده و اصلا مهمتر باید بگیم که اون تنوع قومی که از پیچیدگی های تاریخی افغانستان بوده. تازه خوب استش که ما برگردیم به عقب و بگیم که چه شد که افغانستان با فرض داشتن همه این موانع بر سر راه رشد و شکوفاییش با یک دیو، حالا شاید بدیم شوم دیگری به نام طالبان و طالبانیزم هم مواجه شد. ریشه ها کجا هستن؟ ما بستی بریم منابع رو در کجا جستجو بکنیم به گونه که قادر باشیم بتوانیم به طور صحیح موضوعیت طالبان رو در امروز افغانستان و مخالفت اونها رو با قشر خانم ها و دخترها بتونیم تحلیل بکنیم. قبل از اینکه من بخوام وارد بحث بشم، ناگزیر هستم به چند نقطه نظر اسلامی اینجا بپردازم، صرف نظر از اینکه بنده احیانا به اسلام اعتقاد دارم یا ندارم، عرض بنده هر کسی نیستش، ولی وقتی که داشتم مطالعه میکردم حتی درون به اصطلاح سایت های افغانی که باشون جسته گریخته آشنایی دارم، دیدم که دوستان افغان در کنار واکنش های جهانی که در قبال ممنوعیت بازگشای مدرسه دخترانه در جهان وجود داشته است، افغان ها یا حتی غیر افغان ها هم اومدن با استناد به منابع و باورهای اسلامی استناد میکنن و تحلیل میکنن که آنچه که طالبان دارن انجام میدن در مغایرت کامل با اسلام قرار داره. من برخی از اینها رو یادداشت کردم که خیلی سریع خدمت شما اینجا فقط میخونم که گفته ها مستند باشه. فرضاً من در جایی داشتم میخوندم یا در چندین به صلاح منبع موثق داشتم میخوندم که متفکران مسلمان معتقد هستن که اسلام دین برابری است، آنگونه که بیان میکنم، من در خدمت شما بیان میکنم بدون اینکه بخوام رو به قضاوت بگذارم، و بحث برابری میان زن و مرد رو اونهایی که از این زاویه دید مطرح میکنن میگوین برابری به این معنا هستش که در راه کسب علم و دانش و سواد آموزی هیچ کجای قرآن یا فرضاً حدیث اشاره به تفکیک جنسیتی نشد، یعنی در هیچ کجا گفته نشد است که خانم ها نباید فرضاً برن آموزش عالی رو به صلاح دنبال بکنن یا دختر بچه ها نباید مدرسه برن یا دبیرستان برن. وقت خب ما متوجه تفاوت های عمده‌ای هستیم میان زن و مرد در اسلام، هممون شنیدیم به گوشم آشنا هستش، منتها از زاویه دید ضرورت تعلیم و آموزش و علم این دوستانی که مباحث اسلامی رو دنبال میکنن و اعتقاد دارن میگن که نه، اسلام یک چنین تفکیک جنسیتی رو هرگز برقرار نکرده و فرضاً نگاه میکنن به سوره حجرات آیه 13 که میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. من رو اینا از اون متنی که خوندم اینجا یادداشت کردم که میگه که همانا برترین شما در نزد خداوند اونهایی هستن که پرهیزگار تر از همه هستن، و طبیعتا توضیح داده میشه مفسره میگن که این وجه امتیاز یا
تفاوت میان پرهیزگار و غیر پرهیزگار یا پرهیزگار و پرهیزگارتر در اختیار مردم نیست، اینها فقط در اختیار خداوند. بنابراین این گونه استنباط میشه که طبق فرزندین آیه اون معتقدان به این دیانت استدلال میکنن که وظیفه مسلمین هستش که با روحی اخوت و برادری، حالا البته من اینجا رو میخوام حالت جندرشو نیوترال بگیرم، روحی برادری خواهری فرضاً بگیم، با هم دیگه باید رفتار بکنن، پس هیچ نوع تفکیک جنسیتی بر امکان پذیر نیستش یا مقبول نیستش در دیانت اسلام. و یا خوندم در سوره زمر آیه نهم که میگه اونهایی که میدانند و اونهایی که نمیدانند اینها برابر نیستند. بنابراین باز اون متفکران مسلمان بیان میکنن که اسلام میخواهد تکیه وافر و قدرتمندی داشته باشه برای فراهم آوردن فضایی که در اون بتوانن معتقدان اسلام، زن یا مرد، هر چی که هستن، اونا همه سواد بیاموزن و در توسعه علم و دانش مشارکت داشته باشن. لذا تفکیک جنسیتی وجود نداره. و چندین آیه دیگر هم من یادداشت کردم که سعی میکنم مقالش را امروز به اتمام برسونم در خدمت شما قرار بدم. خب این بحثی هستش که به طور مقدماتی من درس کردم و بگم که خب حتی در درون جامعه مسلمان هم اونهایی که باورمند هستن میگن که تفکیک جنسیتی رو در حوزه آموزش تحت هیچ شرایطی نمیشه پذیرفت. پرسش: اگر این گونه است پس چرا ادعی با تحصیل خانم‌ها و دخترها مخالف است؟ زیر عنوان اسلام و زیر لوای به اصطلاح دیانت علتش چی است؟ برای توضیح مطلب من ناچار هستم یک مقدار کنکاش بکنم در ریشه های تاریخی پیدای این اندیشه و ناچار هستم به سلفیگری نگاه بکنم و ارتباطش رو بعدها با وهابیگری توضیح بدم و بعد این دو رو بیام مربوط بسازم به یک نهله فکری سلفی خاصی به نام دیوبندی یا دیوبندیزم و بعد اینها رو بیام وصف کنم به طالبان. یعنی اگر که ما بخوایم بدونیم چرا طالبان با تحصیل دختران و خانم ها مخالف هستن، ما ناگزیر میبایستی این منابع و تحولات تاریخی رو دنبال بکنیم. خب این به نظر من راه گشاتر هستش برای فهم شرایط تا اینکه ما بخوام بگیم بله خب عربستانی اونجا هستن، طالبانی اینجا هستن، اسایس پاکستان اون کار رو میکنه. مثل این مقدر رفت کنکاش هست کرد روی پایه های تفکر تا دریابیم که چرا واقعا طالبان این کار دارن میکنه. برای این منظور ما میبایستی برگردیم به ریشه های پیدایی سلفیه یا سلفیگری. در ابتدا عرض بکنم که وقتی که ما بگیم سلفی، یک سیستم سلفی واحد وجود نداره. ما به اصطلاح سلفیگری قدیم رو داریم که معادل هست با یه چیز نزدیک به فرضاً 100 تا 150 سال بعد از فوت پیامبر اسلام. بعد سلفیگری متأخر رو داریم که نمونه‌هاش رو میتونیم بریم فرضاً در افکار سید جمال الدین اسدآبادی چه سوجو بکنیم یا محمد عبده فرضاً رو مورد مطالعه قرار بدیم افکارش رو بخونیم یا حتی بیام عبدالوهاب عربستان سعودی رو مورد مطالعه قرار بدیم. اینها همه جزء سلفی‌های متأخر هستن. یک موج نوین سلفیگری دیگری هم قابل مطالعه هستش که در هند شکل گرفته و بسیار قدرتمنده. من این رو خیلی مشکل توضیح میدم که در دیوبند شکل گرفت، بنابراین معروف هست به دیوبندیزم و در نهایت حرکت میکنم میام رسن به یک چیزی به نام یک، حالا شاید بگه سیستم مندرآوردی دیوبندیزم یا نیو دیوبندیزم که امروزه در بخشی از پاکستان و در افغانستان این سیستم حضور داره و این سیستم همون آیین داگماتیک جزمی بسیار خشن سبعانه و سرکوب کننده هستش. من ناچار هستم که اینها خدمت شما توضیح بدم. از عزیزان تقاضا میکنم فقط یک مقداری صبور باشن تا ببینیم چگونه میتونیم این موضوع رو توضیح بدیم. لذا اجازه بفرمایید تا برگردیم به خود ریشه های واژه
سلفی، سلف چی هستش؟ سلفی بودن به چه معنایی رو به صلاح افاده میکنه و با خودش حمل میکنه؟ وقتی که میگیم سلفی، برمیگرد به سلف صالحین، اون سلف صالح، کسانی که پیروان پیامبر بودن. سلفیون فرضاً آنگونه که ما از آرای احمد بن حنبل میخونیم، ادعا میکنن که اسلام با اشرافیگری، با بدعتهای تباه کننده و با مشکلاتی شامل فرضاً انشقاق و تفرقه حاصل از تفاسیر و تعاویل مواجه شده، پس میبایستی بازگشت کرد به ریشه های اصیل اسلام و برای اینکه بتان ریشه های اصیل اسلام رو دریافت و پیامهای اون رو به صلاح ادراک کرد، ما ناگزیر هستیم بیان بریم ببینیم که صحابه پیامبر چی میگفتن. لذا سلفیه یا سلفیگری اساساً یک نهضت نه تنها دینی بلکه یک نهضت اجتماعی و سیاسی است، یعنی با خودش پیام سیاسی حمل میکنه، چرا که میخواد با فساد و اشرافیگری فرضاً مبارزه بکنه و قطعاً نظریات بسیار محکمی هم از زاویه دید خودش در ارتباط با مفهوم دولت و حاکمیت داره. اگر شما خاطرتون باشه، من در عرض جلسه پیشم هفته پیش توضیح دادم که اساساً طالبان و مفهوم امارت اسلامی این قابلیت رو نداره که با دولت مدرن سازگاری داشته باشه و حکومت طالبان یا دولت طالبان باید فرو بریزه و فرو میریزه، چرا که در جهان مدرن نمیتونه پایه‌های محکمی برای خودش ایجاد بکنه. و در جلسه پیشین هم عرض کرده بودم که در یک اصحادگی داشتم توضیح دادم که از دیدگاه حقوق بین الملل امکان شناسایی طالبان اصلا وجود نداره، یعنی حتی اگر پاره از فرضاً کشورهای جهان به هر دلیلی بیان و سعی کنن بنابر ملاحظات سیاسی حکومت طالبان رو به رسمیت بشناسن، از نقطه نظر حقوق بین الملل این حکومت قابلیت شناسایی‌شان رو ندارد، به خاطر اینکه مبانی حکومتی اون مطابق با معیارهای روابط بین الملل و حقوق بین الملل نیست. من این بحث قبلا داشتم، حالا امروز به نوعی میتوانم بیشتر کنکاش بکنم در ابعاد آینی قضیه، داکترینال قضیه، و بگم طالبانیزم چی هستش و چرا در این حرکات خشن رو دنبال میکنه. به همین خاطر بودش که به سلفیه پرداختم. بنابراین سلفیگری یا سلفیه یک نهضت دینی اصلاحگری هستش که با در نظر داشتن اهداف اجتماعی و سیاسی سعی میکنه دیانت اسلام رو یا پیامهای دیانت اسلام رو یا مذهب اسلام رو به مجرای اولی خودش بازگردونه. این اساس سلفیگری هستش. و چون معتقدان به این مکتب، به این نهله اندیشه معتقد هستن که ما مثل بگ بریم از صالحین درس بگیریم، به اینها میگن کسانی که پیرو سلف صالح هست. این واژه سلفی از اینجا سرچش میگیره. بنابراین شما ملازم میفهمید که سلفیه ذرتاً معادل با وهابیگری نیست. وهابیگری میتونه شاخه یا یک برداشتی از سلفیگری اخیر باشه که در فرضاً جایی از جان در عربستان سعودی ظهور کرده، در حالی که مثلا بسیاری از میشه، حتی میشه واقعا این رو، این بحث رو مطرح کرد و به مجادله گذاشت که حتی پایه های اصلی وهابیگری با آیین سلفیگری مطابقت نداره. من سعی کنم با این رو توضیح بدم تا بعد بتونم به این نتیجه برسم که چرا طالبان این گونه شدن و در این کار رو در افغانستان انجام. یعنی سلف صالح کیا هستن؟ سلف صالح در درجه اول صحابه پیامبر هستن، یعنی کسانی که حیات پیامبر را درک کردن و از پیامبر آموختن، به اسلام ایمان آوردن و بعدها آنچه که اینها از اسلام یاد گرفتن، از احادیث، از ببخشید از بیانات پیامبر و از رفتار پیامبر که سنت نامیده میشه، اینها رو منتقل کردن به نسل بعدی خودشون که بهشون میگن تابعین یا تابعون، من نمیدونم کدوم درسته، شاید هم تابعون باشه،
اونهایی که بعد از صحابه اومدن. در این حالت مثلا درجه بندی اگر اینجا بخوام بگیم پیامبر در رأس بوده، یه درجه پایین ترش صحابه، درجه بعدیش تابعون، و بعد در مرحله سوم یه گروه دیگری که تحت تاثیر اون تابعون بودن، تابعان تابعون، گویا یه همچین اسمی داره، من خاطرم نیست دقیقاً که صحیحش چی هست، اگر اشتباه میکنم پوزش من رو بپذیرید، بیشتر قصدم نستش که معنا رو افاده بکنم و در اختیار شما قرار بدم. سلفی ها میگویند که برای ادراک معانی اصیل اسلام بنابراین میبایستی به اون سلف صالح برگشت، چرا که اینها هستن که توانستن به صلاح اون پیام اسلام رو یا از پیامبر دریافت بکنن به طور مستقیم، یا اینکه به نسل بعدی خودشون تا سه نسل بعد از پیامبر بتونن رو انتقال بدن. بنابراین اسلام پاک یا اسلام اصیل اون اسلامی هستش که از این گروه افراد به صلاح یاد گرفته میشه، به همین خاطر به این گروه میگن سلفی. حالا چرا سلفیه قدیم یا پیشین که احمد ابن حنبل پیرو یا در واقع بنیانگذار اون هستش، چرا اینها میخوان به سلفیه مراجعه کنن، چرا میخوان به سلف صالح مراجعه کنن؟ من چهار تا دلیل به ذهن رسید که مستی اینجا خدمت شما عرض بکنم. از تازه میکنم اینت بفهمید تا بعدا ببینیم که آیه طالبان حتی با آیین سلفی هم هماهنگ هستن یا نیستن. به بنده عرض خواهم کرد که قطعا نیستن. بنابراین گاهی اوقات ما دچار اشتباه میشیم که میگیم بله طالبان فرضاً سلفی هستن، مثل این واژه ها رو به طور دقیق مورد واکاوی و کنکاش قرار بدیم. چرا اون سلفی قدیم میخواست برگرده به اون سرچشمه پیشین اسلام اونطور که خودشون ادعا میکنن؟ اول اینکه اونها معتقد هستن که اون سلف صالح، اون اصحاب پیامبر و دو جنریشن بعدی شامل تابعین و تابع تابعین، چرا مثل اونها مراجعه کنن؟ بخاطر اینکه میگفتن اونها فهم بسیار دقیق و روشنی از اسلام دارن، یعنی اونها روح قرآن رو و پیام‌های قرآن رو تونستن درک بکنن، و حتی اگر فرضاً متشابهاتی هم در قرآن وجود داشته باشه، به دلیل اینکه اونها تحت تعلیم شخص پیامبر اسلام بودن، اون متشابهات در قرآن مایه تفرقه برای اونها نمیتوانست از باشن. لازم استی حتما دقت کرد که هر آنچه که صحابه فکر میکردن و تابعین فکر میکردن اون مستی به صلاح مبنای کار قرار بگیره. این بحثی است که مکتب سلفی در شکل قدیم خودش دوباره بکرد، یعنی شاید 1300 سال 1250 سال پیش اینها شکل گرفتن. یک دلیل. دومی دلیلی هستش که اینها میگن علاوه بر قرآن حدیث بازگو کننده آن پیام‌هایی از قرآن هستش که ممکنه یک باورمند اسلام رو یا معتقد دیانت رو دچار تردیدهایی بسازه. پس دو منبع اصلی ما داریم، قرآن و حدیث. به همین دلیل هم هستش که وقتی شما به متون سلفی مراجعه بفرمایید، به لیتریچری که موجود هست نگاه بکنید، معمولا بهشون میگن مساوات گرایی سلفی ها، ولی این حالت اگالیتریان آر اگالیتریانیزم به معنای مدرن قضیه نیست، بلکه به این معنی استش که اون مساوات گرایی یعنی این که قرآن و حدیث این هامیان همدیگر تکمیل میکنن، به معنی در یک وزنه به اصطلاح هماهنگ شده و منظم قرار گرفتن. این مساوات هستش، مساوات بودن در وزن قرآن و در وزن حدیث هستش که بین راهنمای عمل مسلمان ها قرار میگیره. این یک دلیل هست. دلیل دوم برای رجوع یا تلاش برای رجوع به اون اعتقادات اولی اسلام از سوی سلفیون هستش که سلفی ها بسیار اعتقاد به زهد و پارسایی دارن، یعنی بیشتر میخوان تارک دنیا باشن، اگر که بخوان بزنیم به طریقی تارک دنیا، یعنی میخوان خودشون رو از وابستگی به تعلقات دنیایی به صلاح نجات بدن تا بتونن همانند صحابه پیامبر آنگونه که خودشون ادعا میکنن بتونن همون خط مش رو دنبال بکنن، و معتقد هستن که این امر میتونه از فساد و تباهی فرضاً خلافت و امارت اسلامی و امثال هم
جلوگیری بکنه. علت سوم این هستش که بحث فوق العاده زیبایی هست. سلفی ها معتقد هستن که عقلانیت یعنی ظرفیت عقلایی انسان و وزن قرآن رابطه متقابلا پیش برنده دارن. یعنی این که عقلانیت اصیل اونها ادعا میکنم، این رو بنده عرض نمیکنم، از طرف اونها حرف میزنم فعلا، برای که مکتب معرفی میشه. اونها معتقد هستن که تمامیت قرآن و حدیث این پیور رشنالیزم هستش، پیور عقلانیت مثلا خالص و ناب هستش. لذا هرگاه که کنکاش و عقلایی مثل کارهایی که متکلمان اسلامی انجام میدن یا الهیون انجام میدن یا اونهایی که دست به تفسیر قرآن میزنن یا دست به تأویل میزنن، اینها آرایشون کلن باطل هست. تنها عقلانیت رو میشه پذیرفت که برآمده از متن قرآن کریم باشه. و جالب این هستش که اینها این عقلانیت رو فقط در فهم لیترال قرآن، در فهم تحت و لفظی به اصطلاح یا خانش تحت لفظی آیات قرآنی دنبال میکنن. لذا میبینیم که سلفی ذهن گویی که داره تلاش میکنه تا برگردون شرط جامعه مسلمان رو به آن پاکی های به قول خودشون آن زمان به نوع شکلی از مثلا پیوریتن مثلا ریلیجن یا مذهب پاک گرایی اگه اسم رو بگذاریم، اما میبینیم که در همان پایه های اعتقادی خودشون با معیارهایی که امروز ما در دنیا داریم دنبال میکنیم، سلفیه با عقل گرایی آنگونه که در جهان امروز مورد استفاده قرار میگیره تفاوت های بسیار بسیار زیادی داره. و در نهایت باید عرض کنم که یک از دلایل رجوع به اون سرچشمه های قرآن تحصیل نهضت سلفی قدیم این هستش که اون سلفی معتقد هستن که اسلام راستین رو منصرف هست در اونجا پیدا کرد. لذا هر نوع اسلام دیگری که در نزد صحابه و تابعین و تابعان تابعین حالا هرچه اسمش هست نباشد، اون اسلام نیست. خیلی جالبه که سلفی با محدود کردن دایره فهم اسلام به قرآن و حدیث طبق اون آموزهایی که از سلف صالح گرفته شده، میان تمامی دیگر نهلهای اسلامی رو اینها من انکار میکنن، اونها رو باطل میدونن و حتی اونها رو از دور اسلام خارج میکنن. طبیعتا نه تنها شیعه ها از دایره شمول خارج میشوند، بلکه اندیشه های صوفیان، اندیشه های میستیکال، انواع و اقسام اندیشه های میستیکال مثل استسیزم، کوئتیزم، میستسیزم، ازوتریسیزم، تمام اینها از نقطه نظر سلفی ها کلن خالی از اعتبار هست. این هستش که وقتی شما این ریشه ها رو دنبال میکنید، میتونه آرام آرام وارد منظر فکری یا باورمندی طالبان بشید، ببینید که طالبان چرا دارن این کارها رو میکنن. یعنی واقعا خوب هستش که رسانه ها از طریق میزگیر های، از طریق گفتگوهایی و کسان که این موضوع رو میشناسن بیان بیشتر باز بکنن برای مردم، که ما از دنگشان در جریانات خبری بتونیم کمی خارج بشیم و بهتر بتونیم درک بکنیم که ریشه درد کجاست، تا بر اون اساس بتوانیم در حد هر کدام در حد وسعی که داریم به صلاح راهکارهای راه بدیم تا کمک بشه به مردم تا از شر این گروه خبیث بتونن مردم خارج بشن. اولین کسی که نهضت سلفیه رو بنیانگذاری کرد احمد حنبل هست و اون مکتب فقهی خاص حنبلی در جهان تصنع. شما مستحضر هستید که احمد بن حنبل زاید مرو بود که در ترکمنستان امروز قرار گرفته، بعدا به بغداد مهاجرت کرد، در اونها رفت تعلیم مذهبی دید و در بغداد هم فوت کرد و بعد از مرگ ایشون شاگردان ایشان یک مکتب فقهی را ایجاد کردن که معروف شد به مکتب حنفی. به همین خاطر هم هستش ما در جهان سنت وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که علاوه بر سه اون نهله یا اون مشرب فقاهتی اولیه شامل فرزن مکتب حنفی، مکتب مالکی و مکتب شافعی، چهارمش مکتب حنبلی هستش که در واقع سلفیگری از اونجا شروع میشه. بحثی که اون مکتب حنبلی داره یا احمد ابن حنبل مطرح میکرد، بنابراین برخواسته از همون اعتقاد است که من خدمت شما عرض کردم. اصل اعتقاداتی نستش خب پس
جهان اسلام با بدعت‌های مواجه شده، فرزان خلفای بنی عباس دارن کارهای انجام میدن که نمیتواند مورد تایید اسلام باشد یا مهر اسلام بر اون بخورد، پس مستی جریانات رو اصلاح کرد و برای اینکه اصلاح انجام میگیره مستی رفت و نگاه کرد به زندگی سلف صالح. به همین خاطر احمد بن حنبل به شدت با تفسیر و تأویل و اندیشه‌های کلامی و استدلالات الهی طبیعتاً مخالف بود و دایره فهم رو سعی می‌کرد فقط و فقط محدود بکنه به قرآن و حدیث. حالا جالبه که از کتاب‌هایی که ایشون نوشته به نام مسند، اگر من تلفظش رو صحیح اینجا عرض بکنم، در کتاب مسند ایشون اومده بیش از 30,000 حدیث رو با ذکر طبقه مندی من نوع احادیث و اون راویان حدیث رو جمع‌آوری کرده است که یکی از کتب بسیار مهم برای کسانی هستش که در اون حوزه علاقه‌مند هستن و دارن کار می‌کنن. خب بنده نیستم در میاد. حالا من در فقط شما معرفی می‌کنم که واقف باشیم به جهان اسلام. اگر که فرضاً شما می‌خواید کمی بیشتر دقت بفرمایید تماس بگیرید یا تماس بگیرید ببخشید، اون کارهایی که در تلویزیون جهانی کلمه دنبال میشه رو دنبال بکنید. من خاطرم از یه آقای تلویزیون کلمه به ما تماس گرفت، اصرار علاقه کرد، گفتم من متأسفانه نیستم، علاقه من نیستم در این مسائل مذهبی بشم، برای اینکه نه دانش لازم رو دارم و نه علاقه من هستم به این موضوع. به نظر من مثل اوت باشه کلا. دنیای مدرن، دنیای سکولار هستش، دنیای اصل شرافت انسانی است. من برای ما نیاز به این مسائل نداره. به هر حال اگر شما به تلویزیون کلمه نظر بیاندازی، خود منم گاهی اوقات ناچار چون میخوام یک موضوع راجبش کنکاش انجام بدم به اون تلویزیون نگاه میکنم، ویدیوش هست یوتیوب، ببینید که اونها اشکال خیلی دقیقی رو از این نوع آرا به مرز نمایش میگذارن. فرضاً من همین امروز صبح دنبال بحث میگشتم، دیدم که اون مجری تلویزیون جهانی کلمه داشت بحث رو از ابن تیمیه مطرح میکرد. اینها همشون همون کسانی هستن که مکتب سلفی رو در واقع اومدن ایجاد کردن و بنیانگذاری کردن. حالا ببینید، سلفی یک جریان واحد نیست. در درون جریان سلفی یا بازگشت به سرچشمه اسلام ما این تفاوت‌های رو بریم جستجو بکنیم. ما سلفی قدیم رو داریم که دیگه امروزه در جهان نمیتواند فعال باشد برای اینکه به شدت پیش مدرن است، و سلفی متأخر داریم که در قرن 19 هم شکل گرفته و بعد میرسیم به سلفی معاصر یا سلفی کنونی و بعد میرسیم به نو سلفی، نیو سلفی که خدمت شما عرض کردم. سلفی های متأخر چی فکر میکنن؟ چی میگن؟ حالا من خدمت شما عرض کردم راجع به سلفی های قدیم بود که میگن برای عقل و قرآن و حدیث و این داستانی که برای بهش علاقه من تحصیل خوب طبیعتاً حقوق دموکراتیک اونها هستش که مثلا علاقه من باشم، ما هم قبول داریم، مشکل نداریم که انسان ها حق داشته باشن هر گونه میخواهند بیاندیشن یا به هر باوری که میخواهند و میپذیرند اعتقاد داشته باشن، مشروط بر این که برای دیگران آسیب و اذیت و آزار ایجاد نکنن. البته سلفی های جدید رو اعتقاداتشون رو میشه به چند مقوله در واقع در قالب چند مقوله توضیح داد. من خیلی کوتاه عرض میکنم، شما ذهنتون میتونید آرام آرام متوجه طالبان بکنید. آرام آرام اولین مسئله ای که سلفیه مورد توجه قرار دادن، سلفیه متأخر عرض میکنم، نه سلفیه قدیم، یعنی از ما مقدار از ریشه های اصیل حنبلی میان بیرون و نگاه میکنه به اونهای خودشون پیروان اون مکتب فقهی حنبلی میدارن، اما دیدگاه هاشون با اون به صلاح منابع اصیل حنبلی تفاوت داره. چیا هستش این ویژگی های سلفی متأخر؟ اولیش مفهوم جهاد هستش. جهاد چیه؟ این نکته است. به نظر اینها جهاد لیترال فهمیده میشه، تحت لفظی فهمیده میشه، یعنی اینکه جهاد هنگام اتفاق میفته که یک حائل میان دارالاسلام و دارالکفر شکل میگیره، بنابراین مسلمانان وظیفه دارند که با توسل به جهاد در مقابله با دارالکفر خودشون رو قرار بدن. لذا همراه با مفهوم جهاد آنگونه که اینها تعریف میکنن و تبیین میکنن، دو به اصطلاح
پایه دارالاسلام و دارالکفر اضافه میشه که اینها از مبانی حقوق بین الملل عدید اسلام هست. صحت داره نداره کار بنده نیست و اصلا فرصت برخوردن به اینها در اینجا نیست، مگر اینکه از آنه علاقه من داشتم ما بتونیم بعدا یه جای توضیح بدیم. و اولین نکته‌ای که سلفی های جدید برون اسلام مرزن مسئله جهاد هست، یعنی مسلمان راستین کسی هستش که میبایست دست به جهاد بزنه بر علیه دنیای کفر. حالا جالب هستش که طالبان دنیای کفر رو نه تنها شامل غیر مسلمان ها می دانند، حتی مسلمانانی هم که به قول اونها در دنیای کفر با کافران همکاری کردن اونها رو هم طبیعتاً آراشت به تعبیر محدور و دم می دانند و می خواهد به اونها فرزن جهاد بکنه اونها رو از بین ببرن. و می خواهد در نستش که الان صدها از افغان خانه به خانه پنهان شده در گوشه کنار و در دست طالبان فرار می کنند، چرا که طالبان قصد جان اونها رو. خب این یک ویژگی اصلی و اولیه به صلاح سلفیزم متأخر هستش که رجوع میکنه به جهاد و مفهوم جهاد یا جهاد اصغر اگر بخوام بگیم ماینر جهاد، اون رو بر بنای دو پایه دارالاسلام و دارالکفر به صلاح تبیین میکنه و میگه رابطه مسلمانان با غیر مسلمانان واسه بر معیار اون مرزهایی باشد که آیین اسلام رو از آیین غیر اسلام جدا. پس مسلمان های مستی با غیر مسلمانان دائما در حال نبرد و پیکار باشن، مگر این غیر مسلمانان بخوان جزیه بدهن و تسلیم به اصطلاح حکومت مسلمان ها بشن. من جالب استش که ضمن این که تا اونجا که اطلاع دارم میدونم که احمدیه، گروه احمدیه در پاکستان گویا سلفی نیست، ولی چند سال پیش در ترانتو بودم، در یک جلسه رفتم شرکت کردم، راجع به اینترفیت بود، گفتگوی بین مذاهب، خیلی دوست داشتم اینو پیگیری بکنم سالها، چون که برای درسایی که من میگفتم در کانفلیکت استادیز اینها خیلی میتونست کمک بکنه. دیدم که یک از رهبران اون گروه احمدیه یا مکتب احمدیه، حالا هر چه اسمش رو بذاریم، ایشان استدلال میکرد که فرضاً امام زمان ظهور میکنه و وقتی امام زمان ظهور میکنه تمام پیروان ادیان دیگر بایستی تسلیمه، ببینید بایستی تسلیم این شیوه اندیشه غالب بشن. حالا من خیلی جالبه که اون موقع اعتراض کردم بهشون، گفتم خب پس این با مبانی اسلامی که خودش ما داری توضیح میده، خب الان تعارض داره، برای اینکه شما یک طرف میگید که دین خدا در قرآن میگه که انسان آزاد هستن هر گونه میخوان بندیشن، از دیگر سو شما بیاد حتی غیر باورمندان به دیانت خودتون رو میاد میخواد با تیغ تسلیم اسلام بکنی. به هر حال این یکی از ویژگی های اولیه سلفیه معاصر هست، سلفی متأخر. دومین ویژگیشون هستش که سلفی ها بر مفهوم خلافت و امارت اصرار میبرزن، یعنی نوع یا مدل حکومتی و دولتی که اونها پیشنهاد میکنن برای اداره جوامع در واقع از این نوع امارت اسلامی هستش. لذا بعد عرض بکنم که سلفیه متأخر حتی سلفیه قدیم اینها عمیقا سیاسی هستن. من برای اعتقادی به سیکولاریسم ندارم، جدای دیانت از سیاست، در حالی که مثلا ما در مکاتب عرفانی به فارسی چه باید بگیم درانک سوفیزم یا مثلا اینتاکسیکیت سوفیزم، این اعتقاد هستش که دیانت امر قلب است و دنیا و سیاست چیزی متعلق به فرزند دولت برنه، پس دیانت باید جمعه باشد از سیاست. منطقه سلفی ها اعتقاد دارن که نه، دولت یعنی نهاد دولت اگر به شکل خلافت باشد یا امارت باشد به این معنا که مشروعیت حکومت و اقدامات و قضاوت‌های حکومت برآمده از متن اسلام اصیل باشد، همه مردم مسیح در مقابل اون امارت یا اون خلافت سر تسلیم فرود بیارن. البته سلفی قدیم اصرار می‌ورزیدن، گفتن که اگر خلیفه فرزن عباسی از آن مداری که اسلام تنگ کرده خارج بشه، مسلمان میتونه برای شورش بکنه و فرزن خلافت رو براندازه. اما در اساس این بحث که خلافت و امارت تنها و تنها الگوی برتر حکومت داره هست،
سلفی ها کوچکترین تهدیدی ندارن و همشون برای این امر دارن مبارزه میکنن. خیلی جالب هست که اگر شما همین اندیشه رو دنبال بکنید، ببینید که علت مقبولیت امارت یا خلافت در نزد اندیشه های سلفی این استش که به موجب آن حکومت وقتی مشروعیت پیدا میکند که علمای دین اون رو تایید بکنند. یعنی همیشه در کنکاش میانه این موضوعات و مسائل سیاسی میبینیم که علما یا صاحبان مذهب دست بالا رو دارن. در واقع سیاست مثل پیوسته در خدمت مذهب قرار بگیره تا تونه اهداف مذهب رو تعمیل بکنه. خب البته بحث دیگری هم هستش که این موقع فنی تر میشه، بنده ازش عبور میکنم. این ماهیت سلفیزم هستش. حالا پرسش نستش که آیا طالبان دقیقا همین اندیشه ها دارن دنبال میکنن؟ چرا من این سوال مطرح میکنم؟ به خاطر اینکه طالبان نو حکومت خودش رو امارت اسلامی اعلام میکنن، رهبر امارت رو ملا و یا امیرالمومنین خطاب میکنن. دقت بفرمایید به واژه ها. طالبان میگن که ما منبع اشتیاقمان یا منبع الهاممان برای حکومت داری فقط و فقط قرآن هستش و حدیث، یعنی نوعی سنت نقلی رو دنبال میکنن. و طالبان در توسل به جهاد برای مقابله با آنهایی که خود اونها اونا رو دشمنان اسلام میدارن فروگذاری نمی کنن. ببینیم که طالبان به تعبیری همگی سلفی هستن. بی تردید ذهن ما اینجا ناخودآگاه پیوند پیدا میکنه با وهابیسم عربستان سعودی و بنده عرض میکنم که اینطور نیست. اینطور هست و اینطور نیست. ما نقش وهابیسم رو میتونیم توضیح بدیم، اما از نقطه نظر آینی داکترینال تفاوت‌های عمده میانه وهابیسم و اون به سان نهضت سلفی وجود داره. قرض بنده نیستش که بگم این خوب است آن بد است یا این است آن است، بلکه بنده وظیفه‌ام نیست و اینجا هم جای بحث رو نیستش. متوفا عرض بکنم که ما دقت داشته باشیم به این مضامین. خب طالبان عرض کردم که بنابر این دلایل سلفی تلقی میشن. امارت اسلامی امیرالمومنین که به تبریخ خلیفه میشه و فرضاً قرآن و سنت و مخالفت با عقل. یعنی علت اصلی این که طالبان با تمام مظاهر مدرن مقابله میکنه و اون رو به چالش میکشن این استش که مظاهر مدرن رو در مقابل قرآن و سنت و حدیث تلقی میکنه. گون که البته اینها بسیار سلکتیو هم برخورد میکنه. یک طرف مثلا میبینید که از اتومبیل ها، از ابزار آلات جنگی، از رسانه های فرضاً عمومی، از تلفن، تلویزیون و همه چیز استفاده میکنه که اینها تولیدات به اصطلاح اندیشه مدرن هستن. ولی هرگاه که ما میخواییم پای برسه فرضاً اون ابعاد ارزش مدرن بگذاریم مثل حقوق انسان، دموکراسی و غیره، طالبان کلا میان با اون مخالفت میکنن. خب این طالبان پاکستان و طالبان افغانستان که الگوهای نزدیکم با طالبان پاکستان دارن، اینها آیا واقعا سلفی هستن؟ اصلا چرا من پرسش مطرح بیارم؟ اصلا چه ارتباط داره که اینها سلفی هستن یا سلفی نیستن؟ واقعیت هست طالبان دارن مردم رو میکشن و میبرن. من یک دوست واسم تعریف کردن گفتش که اینها میرن شبانه مردم رو خونهاشون میکشن بیرون و واقعا میکشن این مردم رو. و دوست از من میخوشم پشتون هست به شدت ناراحت بود، میگفت درست هستش که شاید 95-98% دستگاه امارت اسلامی طالبان ها پشتون هست، از اقوام پشتون اومدن بیرون، ولی به اون معنا نیست که پشتون ها طالبانی هستن. در پشتونستان، در اون بخش جنوب افغانستان، مردمان بسیار زیادی با طالبان مخالف هستن، با طالبان می جنگن. پس واقعا پرسش نستش که واقعا بپرس میگیم که این اعماق اندیشه های طالبانی رو یا باورهای طالبان رو چگونه میتونیم ما بریم تحلیل بکنیم. من خدمت شما عرض کردم که بی تردید سلفی هستش، همونطور که عرض کردم بنابر دلیل خدمت شما توضیح دادم، یعنی بحث امارت، بحث امیرالمومنین، موضوع جهاد، مخالفت با عقل، تکیه بر قرآن و حدیث، اینها ویژگی های سلفیزم هستش. بنابراین خود طالبان هم به نوعی پیوریتن هستن، پاکگرا هستن،
گویی که معنای واقعی کلمه این نیست. اینها مثلا میگن که آره جامعه به شدت فاسد شده و خارجی اومدن بر جان و مال مردم افغانستان فرضاً مستلزم شده، ما میخواییم با بازگشت به سرچشمه اسلام بیام جامعه افغانستان رو پاک بکنیم، پیور بکنیم، پیوریفیکیشن رو انجام بدیم. اما آنچه که ادامه میکنن با آنچه که انجام میدهن زمین تا فاصله داد. من اینجور بدن چی شد که طالبان به اینجا رسید؟ اصلا چی شد طالبان شکل؟ طالبان در آغاز توسط ایالات متحده امریکا شکل نگرفت، توسط عربستان شکل نگرفت. مثل ما بریم عمیق‌تر کنکاش بکنیم. اجازه فرمی تبایی کنیم قرن 19 هم در سالهای 1800 احتمالا 57-58 وقتی که نیروهای مقاومت در هند پیش از جدای پاکستان از هند، وقتی که نیروهای مقاومت شکست خورد، گروهی از مسلمانان آن زمان که پیروان شاه ولی الله دهلوی بودند در یک منطقه در شمال دهلی، نیو دهلی کنونی، در منطقه به نام دیوبند، شاید یک روستایی باشه، یک شهری تاون بد بشه، شهرک بد بشه، یک مدرسه را ایجاد کردن به نام دارالعلوم اسلامی. یعنی چون اسمی در من داره و کسانی مثل مثلاً فکر کنم احمد قنوشی اگر اشتباه نکنم، چند از کسانی بودن اونجا که من میتونم به نوتان نگاه بکنم و اسم را بخونم ولی خوب ضرورتی ند. اینا یه مدرسه رو ایجاد کردن که این مدرسه مذهبی به نام دارالعلوم تبدیل شد آرام آرام به بزرگترین مرکز سیاست در جهان کنونی و طالبان از اون میاد. اون مدرسه اسلامی یک هدف رو دنبال میکرد و هدف این بودش که میبایستی هند از چنگال کمپانی هند شرقی و استعمار انگلستان نجات پیدا کنه. به همین خاطر مسلمان هایی که اون مدرسه دارالعلم اسلامی رو در دیوبند ایجاد کردن و بعد معروف شدن به نام دیوبندیزم، هدف اصلیشون فقط توانمند ساختن مسلمان ها بود برای اینکه اونها بتوانن با تجاوز خارجی بجنگن. لذا اگر که بشن ما بتوانیم دیوبندیزم رو نوعی سلفیزم بنامیم، اگر بتوانیم، منظور ما از این موضوع این خواهد بود که اونهایی که در مدرسه دارالعلوم اسلامی دیوبند رفتن شروع کردن به درس خوندن، اینها کسانی بودن که سعی میکردن خودشون رو از اون آلودگی هایی که بر برخ بخش های از جامعه اسلامی آن زمان رسوخ پیدا کرده بود به اصطلاح تکیه داشته باشن، آلودگی ها رو بتوانن پاک بکنن، پالایش نماین تا اینکه مسلمانان بتوانن با یاداوری فرزن اون وظایفی که به عهده دارن در دوران صحابه بتونن توانمند بشن و استعمار انگلستان از هند خارج بکنه. این آغاز قضیه هستش یا آغاز زمانی هستش که نوع سلفیگری معاصر شکل میگیره. بذار من خدمت شما عرض بکنم که ما یکی سلفی قدیمی رو داریم، خدمت شما عرض کردم، سلفی متأخر رو داریم که حتی عرض کردم فرضاً محمد عبده یا سید جمال الدین اسدالآبادی یا حتی عبدالوهاب در عربستان نمایندگی میکنن اون جریان سلفی رو، و در نهایه سلفیه جدیدتری داریم، شاید اسم رو بزنیم سلفیه نوین یا معاصر، من نمیدونم چه اسم انتخاب بکنیم که معنا رو دقیق افاده بکنیم. در هند وجود داره. خیلی جالب است ما دقت کنیم که سلفیه هند در دیوبند یک نهضت بسیار بزرگی رو بنیانگذاری کردن. البته از سال 1867 شروع میشه داستان، یک نهضت بزرگی رو ایجاد کردن به نام جمعیت علمای هند، و منظورشون این بود که علمای اسلام، علمای مسیحی و علمای هندو دست در دست یکدیگر تلاش بکنن تا استعمار انگلستان رو از هند خارج بکنن. و خیلی جالب است شما اینجا معنای سلفیگری آنگونه که اومده چی شده، در واقع محلی شده، بومیش در هند رو ما بتونیم بریم پیدا بکنیم. اینها بنابراین این باور داشتن که از طریق برقراری ارتباطات متقابل پیش برنده و تقویت کننده با هندوها و با مسیحیان میتوانند به عمر استعمار انگلستان خاتمه دهند. لذا مسلمان های دیوبند یا دیوبندیز
اونهایی که اونجا بودن، اینها عمیقاً و شدیداً با دیویژن مخالف بودن، یعنی معتقد نبودن که مستی مسلمان ها از هند جدا بشن، کشور نامن پاکستان درست نکسی بشن و پاکستان در مقابل نجستان یه همچین چیزی ما که نجستان سن. ریشه های دیوبندیزم در همان مدرسه دارالعلوم هند که در سال شاید بیش از 40,000 نفر دانشجو رو میپذیره و تربیت میکنه، بنابراین اون مدرسه حتی از پشتیبانی مالی هندوها و مسیحیان هم عمیقاً برخوردار بود، به خاطر اینکه دیوبندیزم شده یک نهضت استقلال طلبی و نشنالیستی ملیگرایی هندی، لذا الگه های بسیار نزدیکی میانه مذاهب وقت در آن زمان در هند شکل گرفته بود و اینها متحدان با همدیگه تلاش میکردن تا هند رو استقلال شده دست بیارن، لذا اندیشه آنها به اندیشه گاندی هم طبیعتا با اون پاسیفیسم گاندی هم ارتباطات بسیار بسیار نزدیک داشت، لذا ما ببینیم که سلفیگری که در هند شکل گرفت با سلفیگری که فرضاً در مصر وجود اومد یا در عربستان وجود اومد یا اون سلفیگری که فرضاً در عهد قدیم میدیم، اینها تفاوت‌های خیلی عمده‌ای داره، ولی به همین ها میگن سلفی. علت این که میگن سلفی فراتر از اون به اصطلاح اتیمولوژی ریشه‌یابی لغوی در این مورد هند به این دلیل استش که اینها میخواهند به اصطلاح بدعت‌هایی که توسط استعمار در کشور شکل گرفته بود رو باش مبارزه بکنن تا جامعه هندو بتواند عزت و اون گلوری خودش رو بار دیگر به دست بیاره، مستقل بشه. این خیلی نکته جالبی هستش که می‌بینیم که پا به پای اون سلفیزم یا احیای اسلامی که در مصر وجود اومد و یا فرضاً در عربستان وجود اومد، یک نهله بسیار بسیار قدرتمندتری از آن دو هم در هند وجود اومد که این کمتر برای اذهان ایرانی شناخته شده است. یعنی ما اگر ما بخوایم وزن و قدرت و مؤثر بودن و نفوذ این دیوبندیزم اسلام دیوبندی هند رو ما اگر بخوام اشتغال بکنیم به مراتب قوی تر از اونی هستش که در عربستان سعودی وهابیزم به وجود آورده یا اونی که فرض جماعت اسلامی رو یا اخوان مسلمی رو در فرض مصر به وجود آورده. خیلی جالب هستش که من به ذهنم همینطور میرسه مطلب رو عرض میکنم، طبق یک آماری که داد هست و من مینویسم در مورد خبرش رو عرض میکنم، میدم در طول دوران جنگ سرد در سال 1967 بیش از 8,000 مدرسه مذهبی دیوبندی در دنیا شکل گرفتن و همین امروز که من در خدمت شما هستم، دیوبندیزم یعنی نوع اسلام سلفی خدمت شما عرض میکنم که متفاوت از اون نوع وهابی و یا نوع اخوان المسلمین یا نوع طالبانی، این نوع مذهب دیوبندی در سال هزاران فارغ التحصیل رو به اصطلاح از اون مدرسه دیوبند به اصطلاح بیرون میده و مدرسه مذهبی دیگری هم در دنیا داره کنترل میکنه. در پاکستان تخمین زده میشه بین 12,000 تا 80,000 مدرسه مذهبی دیوبندی وجود داره و من حتی امروز که داشتم سرچ میکردم دیدم که حتی اینها اومدن دانشگاه‌هایی رو در دنیا گشته بوده، همون دیوبندی های هند که طالبان از اون میان بیرون. حالا من توضیح خواهم داد هرچه که وقتم بیاد زیاد گرفته میشه، خیلی پوزش بخوام. مثلا ما در خود انگلستان 6 دانشگاه داریم که تأثیر اینها کنترل میشه، در ایالات متحده آمریکا دارالعلوم المدنیه رو داریم یا مثلا یک جای دیگه در الگین شیکاگو داریم، در کانادا اینها اومدن دانشگاهی رو ایجاد کردن. خب این میگن که دیوبندیزم این هستش، نوع سلفی. اما با جدایی پاکستان از هند میان دیوبندی ها تفرقه حاصل شد، تعدادی از اون علمای دیوبندی تحت زعامت ضیاءالحق که دای اسلامی‌گری داشت و جمهوری اسلامی پاکستان رو روش کار میکرد، اینها اومدن کانورت کردن نوع اسلام سلفی هندی رو به درون اسلام سلفی پاکستانی و اینجا هست شما شاهد یک انشقاق و یک چی میگن شاخه گرایی دیگر میشن در جهان اسلام. آنچه در پاکستان شکل گرفت، من سعی میکنم کوتاه بکنم عرضم رو، به نام
مدارس مذهبی پاکستان، مخصوصا اونهایی که در منطقه پشتونستان هستن، قسمت شمالی پاکستان، قسمت جنوبی افغانستان، اینها مدارسی هستن که این همگی تحت تأثیر افکار پاکستانی دیوبندیزم که نوعی از سلفیزم خاصی هستش، اینها رشد را نموف بده کردن. منتها بعدها و هنگامی که روس ها آمدن افغانستان رو اشغال کردن، اتحاد جماهیر شوروی سابق افغانستان رو اشغال کرد، فرصت بسیار طلایی پیش اومد برای عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا که رسوخ بکنن در این به صلاح موومنت سلفیهی که هست به نام دیوبندیزم در پاکستان و خودش رو آماده بکنن که بود افغانستان بشن. بودجه های کلانی که از سوی عربستان سعودی به صلاح سرازی شده طرف پاکستان و آموزهای نظامی که امریکایی ها به صلاح فراهم آوردن برای این دیوبندی های پاکستان و حضور چند میلیون آواره افغان که به طرف پشتونستان پاکستان سرازی شدن و در اونجا سکنا گزیدن، باعث شد تا اون سازمان اطلاعات پاکستان بتونه بیاد استخدام بکنه، سربازگیری کنه میان افغان های پاکستانی و اونها برای توی مدرسه مذهبی قرار بده. بنابراین ذهن گروه از مردم افغانستان رو با آیین حالا به نوعی مندارآوردی سلفی خاصی که داشتن که اصلا دیوبندیزم هند اومد، با پولهای عربستان سعودی و با تعالیمی که دولت پاکستان و امریکا البته داشتن، اینا همراه ساختن و اینجاستش که طالبانیزم رو شکل میگیره. لذا خود ملا محمد عمر از پرورش یافتگان دستگاه دیوبندی سلفی هستش. درست در همین مرحله هستش که وهابیزم آرام آرام خودش رو وارد میکنه و نفوذ میکنه به جریان شکلی دیوبندیزم که در واقع اون مقر اصلی و اون منبع عمده خاک اندیشه های طالبانی هستش. به همین خاطر اگر که شما مراجعه بکنید به نوشته آثار و مصاحبه هایی که دست رهبران دیوبندی فرزن هند وجود داره یا در انگلستان وجود داره، میبینیم که اینها میان که ما مبرا هستیم از اندیشه طالبانی، ما سلفی هستیم ولی ما پرخاشگر نیستیم، ما جهادگر نیستیم و قصه الهاز. اینجاستش که ما میبینیم که افغانستان شرطش تبدیل شد به ملغمه بسیار بسیار پیچیده. موج مندرآوردی سلفیهی که از جنوب میومد، ریشه هایی که در دیوبندیزم داشت، سلاح هایی که از غرب می گرفت و پول عظیمی که از سوی عربستان به طرف اونجا سازه می شد، من اندیشه های دکم جزمی خاصی رو به وجود آورد که طالبانیزم از دوران این فضا میاد. لذا من خیلی دوست داشتم بیشتر صحبت کنم ولی ببخشید وقتم خیلی زیاد گذشته، زیادی حرف زدم، سعی میکنم کوتاهش کنم، اگر نیاز شد بفهمید من دوباره وقت نار توضیح بدم بقیهش. البته لذا آنچه که ما در افغانستان میبینیم امروز وجود داره، بنابراین طالبانیزم و مخالفت با طالبان، مخالفت طالبان با علم، با تحصیل و با مظاهر نوین و این اشکال سبعانه و خشن و سرکوب کننده مبانی آزادی، حقوق بشر و فرزن برابری و غیره رو مثلا در این پیش زمین ها به اینجا سوچ بکنیم. چرا من این عرض کردم؟ به خاطر این که توضیح بدم که اون میتریکس که شکل گرفت، اون چی میگه، اون چارچوبه که شاید بگم شکل گرفت و غربی ها سعی کردن به افغانستان نگاه بکنن و با نگاه خاص خودشون بودجه های عظیم بیلیون دلاری رو سرازی کردن در افغانستان و در نهایت نتونستن جامعه افغان رو آنگونه که باید بسازن و دیوارهای خراب شده رو ترمیم میکنن، سقف زیبارش به اونزی خانه محکمی شکل بگیره، به خاطر این هستش که نه تنها غربی ها بلکه خود ناظران و تحلیلگرها از زبان ایرانی ما به این ریشه ها و به این پیش زمینه های تاریخی که شکل گرفته است بی توجه بودن. حالا ما تصورمون برای این هستش که برای اینکه بشان جانه کلاپس شده کاملا فرو پاشت افغانستان رو بشد بار دیگر مهیا کرد و آماده کرد تا بتونه خودش رو بازسازی بکنه و در مسیر روشنتری در آینده قرار بگیره، واقعا مردم مظلوم از چنگال این خرافه ها و این طرحهای سیاسی که خارج بشن، این اگر که با این را بتونیم خوب درک بکنیم و تحلیل بکنیم، وقت میتونیم آرمان رو فکر بکنیم که راه چاره رو در آینده افغانستان چگونه بسید جستجو کرد. امیدوار هستم که مفید بوده باشه. اگر نیاز شد باز بحث ادامه میدم، اگر این آخرین بحثی هستش که من سعی کردم در خصوص افغانستان داشته باشم. امیدوار هستم که مفید بوده باشه. هر کجا هستید روز شما بخیر، شب شما بخیر.